میگفت این همه آدم دارن زندگیشونو میکنن، کسی براشون مزاحمت ایجاد نمیکنه. اگه برای اونا مشکلی پیش اومده قطعا کاری کردن، وگرنه اینجا کسی بی خودی آدم ها رو اذیت نمیکنه. گفتم یعنی این همه آدم که به خاطر باورهاشون و به جرم دگراندیشی در زندان هستن همگی مجرمند؟ یعنی همه اونهایی که برای تغییر جامعهشون تلاش میکردن همگی گناهکارند؟ گفت اینجا دادگاه داریم و سیستم قضایی قطعا درست عمل میکنه. گفتم اگه این دادگاه و سیستم قضایی درست عمل میکنه، چرا روند رسیدگی به پرونده ها اینقدر غیر شفاف و مخدوشه؟ گفت حتما مسائلی هست که تو ازشون بی اطلاعی. با خودم گفتم این یعنی بازخواست قربانی به جای ظالم. من ایمان ملکوتی هستم و خوشحالم که بیننده یک قسمت دیگه از مجموعه فصل مشترک هستید. سکوت درسته که ممکنه سرشار از ناگفته ها باشه، ولی سکوت کردن در مواقعی که لازم حرفی رو زد قطعا نمیتونه کارساز باشه. روند قضایی یک کشور باید شفاف باشه تا بشه بهش نظارت کرد و حقوق انسانی رو در اون کشور و اون سیستم تضمین کرد. در جوامعی مثل ایران که روند رسیدگی به پرونده های افراد شفاف نیست و در موارد بسیاری میشه گفت مخدوشه، تأمین حقوق افراد کار ساده ای نیست. نگاهی به پروسه رسیدگی به پرونده یاران ایران یا 7 عضو هیئت مدیره جامعه بهائیان ایران که وظیفه رسیدگی به امور اولیه بهائیان این کشور را به عهده داشتند، در طول سالهای گذشته نمونه روشنی از این پروسه غیر شفاف و ناعادلانه است. در تاریخ 25 اردیبهشت 1387 خورشیدی، فریبا کمال‌آبادی، عفیف نعیمی، جمال الدین خانجانی، بهروز توکلی، سعید رضایی و وحید تیزفهم در منازلشون دستگیر شدند. چند ماه قبل از اون خانم مهوش ثابت در تاریخ 15 اسفند 1386 خورشیدی در مشهد دستگیر شده بودند. این افراد همگی عضو مجمع یاران ایران بودند که بعد از وقوع انقلاب ایران وظیفه رسیدگی به امور بهائیان این کشور را به عهده گرفته بود. بعد از دستگیری این افراد، خانم شیرین عبادی که از برجسته‌ترین وکلای ایرانی وکالت این افراد را به عهده گرفتند.
ولی بعد از این اقدام ایشون با ارعاب و تهدیدهای فراوانی روبرو شدند و در نهایت مقام‌های دولتی کانون مدافعان حقوق بشر که خانم عبادی مؤسسش بودند رو تعطیل کردند. جالبه که بدونید هیچگاه مدرکی دال بر اثبات مجرمیت این 7 نفر ارائه نشد و متاسفانه این افراد هیچ وقت فرصت دیدار با وکیلشون یعنی خانم شیرین عبادی رو به دست نیاوردند. اولین جلسه دادگاه این افراد بعد از گذشت 20 ماه در تاریخ 22 دیماه 1388 خورشیدی برگزار شد، ولی در اون جلسه حکمی صادر نشد. روند رسیدگی به پرونده این افراد حدود 2.5 سال طول کشید تا در نهایت در مرداد ماه 1389 خورشیدی قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای هر کدوم از اونها 20 سال حبس تعیین کرد. البته بعدها در دادگاه تجدید نظر این مدت به 10 سال کاهش پیدا کرد. از دیدگاه شما روند رسیدگی به پرونده این افراد عادلانه و شفاف بوده؟ ما هر روز چیزهای مهمی را از دست می دهیم. ما هر روز چیزهای کوچکی را از دست می دهیم. ما تنها زمانی را که برای زندگی داریم از دست نمی دهیم. زمانهایی را از دست می دهیم که با هم نبوده ایم. بخش هایی از زندگی ما ربوده شده است. و تنها چیزی که برای من باقی مانده تمامی آن سالهایی است که از دست داده ایم. آزادشان کن. Release them. سپاسگزاریم که یک فصل مشترک دیگر رو با ما همراهی کردید. شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید. اگه پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک‌تر کنه. تا یه هفته دیگه هوای همو داشته باشید.